آقای فخرآور، لطف کرده بودید با من تماس گرفتید راجع به این جریان آقای رفسنجانی و تحصیلاتی رو که دوره‌هایی رو که در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو گویا دیده و لطف کرده بودید مدارک رو هم فرستاده بودید که جای شک و تردیدی باقی نمونه. من دیدم مدارک رو و هم ویدیو رو دیدم هم مطلب رو خوندم و معلوم شد که این جریان شایعه نبوده و گویا مدتی هم میگذره از این قضیه و بنده بی خبر بودم. اگر دوستانی از قبل شنیده بودن من پوزش میخوام. به هر حال این شاید کمبودی است که بنده در کارم دارم. ممکنه توضیح بدین در این مورد؟ خب به خاطر مسائل وقت و اینا منم خیلی سریع بگم بولت پوینتی که اولا این شایعه وجود داشت بلافاصله بعد از انقلاب اگر خاطرتون باشه، حالا ما که خیلی کوچیک بودیم 3-4 سالمون بیشتر نبود، اما توی تاریخ که میخوندیم دیدیم که این صحبت زیاد بود که شوروی نقش زیادی توی انقلاب اسلامی ایران داشته و حتی برخی از این ملاهای حاکم بر ایران اینا با سازمان امنیت شوروی سابق کاگبه از نزدیک کار میکردن، بعضی افسرهای رسمی اونجا بودن، توی آلمان شرقی کار میکردن باهاشون یا و این حرف ها خیلی زیاد بود و کتاب هایی هم در این مورد نوشته شده بود همون اوایل انقلاب، ولی عملا هیچ وقت نتونسته بودن این رو ثابت بکنن و هیچ مدرکی وجود نداشت و رسیدیم تا 5 فوریه سال 2012. من به اتفاق یکی از دوستانم داشتیم روی یک پروژه کار میکردیم که مقاله‌ای بود برای پیدا کردن این که این دانشمندای هسته‌ای ایران توسط کیا دارن کشته میشن و اصلا داستان کیه، کجا داره بنفیت میبره و اینها. در حین کار کردن روی اون مقاله به صورت میشه گفت به نوعی اتفاقی به یک ویدیویی رسیدیم از تلویزیون راشا تودی RT TV. بله بعد که من این ویدیو رو، همون ویدیویی که خدمت شما هم فرستادم، این ویدیو رو وقتی نگاه کردم اصلا خوشگم زد جلوی صفحه کامپیوتر و دیدم که در همون جوری هم که توضیح هم دادین شما دقایقی پیش، خب راشا تودی تلویزیون دولتی روسیه است، به زبان انگلیسی داره پخش میشه و تمام خبرنگارش همه کارمندای دولت روسیه هستن و یک دختر خانومی که ایشون هم یکی از کارمندای دولت روسیه است میره به دانشگاه پاتریس لومومبا یونیورسیتی در 50مین سال تأسیس این دانشگاه که 5 فوریه سال 2010 بوده در واقع، و 5 فوریه 2010 این دختر خانوم خبرنگار راشا تودی میره داخل دانشگاه تا از مراسم جشن 50مین سالگرد تأسیس این دانشگاه گزارشی رو بده که در حین گزارش اعلام میکنه که بله با هیجان زیاد هم اعلام میکنه که بسیاری از شخصیت‌های برجسته دنیا فارغ التحصیل‌های این دانشگاه هستند و از جمله اسم میاره مستقیما از سید علی خامنه‌ای که اعلام میکنه الان سوپریم لیدر ایران، الان ولی فقیه ایران، رهبر ایرانه، و به پشت سرش اسم میاره از محمود عباس که رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینیه و همینجوری چند تا اسم دیگه میاره به اسم نوتبل الومنای، میشه گفت شخصیت های برجسته ای که فارغ التحصیلان این دانشگاه هستن ازشون یاد میکنم. من باورم نمیشد و بلا فاصله رفتم روی وبسایت شخصی خامنه ای و هم leader.ir هم خامنه‌ای.ir نگاه کردم ببینم که توی سالای تاسیس این دانشگاه و بعد از تاسیسش یا هیچ وقت اصلا خامنه ای گفته شده که این توی روسیه بوده و توی همچی دانشگاهی درس خونده، اصلا مطلقا هیچ اثری ازش نیست و حتی چند سالی از زندگی خامنه ای توی دهه 63 تا 67 کاملا خالیه، یعنی هیچ چی نیست توی زندگی نامش. نوشته شده که بله ایشون رفته بود به پدرش کمک کنه ولی دیگه هیچ چی شما اونجا پیدا نمی کنی توی زندگی نامه خامنه ای. و برای من خیلی جالب تر شد، شروع کردم یه مقدار روش تحقیق کردن، کتابهایی رو که قبل وجود داشت خوندم، این چون دیگه به سندی رسیده بودیم که خود دولت روسیه این رو منتشر کرده بود و جالب اون موقعی که ما این ویدیو رو دیدیم 2 سال بود که ویدیو بالا بود روی وبسایت راشا تودی وجود داشت، از 5 فوریه 2010 تا فوریه 2012 این ویدیو روی وبسایتشون بود. من تصمیم گرفتم برای اینکه آب رو بسنجم یه پا به آب بزنم ببینم چه جوریه، یه مقاله‌ای نوشتم روی وبلاگم گذاشتم بالا با عنوان بزرگترین و ترسناک‌ترین راز زندگی خامنه‌ای که اینو گذاشتم روی وبلاگ و در
کمال ناباوری دیدم مثلا این خبر منفجر شد و همه جا رفت پیچید. بگم من فخرآور.org اگر الان برن ببینن همون بالای وبلاگ جز پربیننده ترین خبر رو میبینید که یه چیز نزدیک شاید 1,000,000 فقط بیننده داشت این خبر، که اصلا باورم نمیشد اینقدر یه دفعه توجه به سمت این خبر جلب شد و روی تمام سایت‌های خبری دیگه رفت و حتی بعضی از تینک تنک‌های آمریکایی شروع کردن درباره‌اش مطلب نوشتن. و نکته بسیار جالبی که پیش اومد این بود که ظرف 48 ساعت راشا تودی این ویدیو رو از روی صفحش پاک کرد و اسم خامنه‌ای رو هم از روی صفحش پاک کرد. اما ما بلافاصله ویدیو رو آپلود کرده بودیم و داریمش و گذاشتیمش روی یوتیوب که بمونه نابود نشه و همینطور پرینت اسکرین گرفته بودیم از تمام صفحه های این وبسایت که اسم خامنه‌ای توش بود و حتی بعد که اسم خامنه‌ای حذف شده بود که تمام این پرینت اسکرین ها رو هم کنار هم گذاشتیم و دیگه برای من مسجل شد که دولت روسیه یک اشتباهی مرتکب شد که اون خانم خبرنگار رفت دانشگاه هیجان زده شد و یه سری اسما رو گویا نباید اعلام می‌کرد هنوز و اینها رو اعلام کرد و من دیگه افتادم دنبال کار این دانشگاه که ببینم این دانشگاه قضیهش چیه. و خیلی جالبه حالا اگر علاقه من باشید اصلا ببینیم که این چی بوده و چه اتفاقی افتاد تا رسید به انقلاب اسلامی. حتما اگر که بتونیم این رو به طور فشرده ولی کامل نکات مهمش رو مطرح بفرمایید ممنون میشم. بنده ضمناً باید یه پوزش بخوام، تصور میکنم گفتم رفسنجانی ولی منظور خامنه ای بود. به هر حال این اشتباه من رو میبخشید چنانندگان. آقای فخرآور بر ما به گوش هستیم. خواهش میکنم. دانشگاه پاتریس، حالا یه خورده بریم عقب تر. میدونیم که بعد از انقلاب اکتبر روسیه در واقع بولشویک‌ها که روی کار اومدن اینا سعی کردن به نوعی انقلاب خودشون رو صادر بکنن به منطقه و بعد از پیروزی حالا تو جنگ جهانی دوم که ابرقدرت شرق در کنار ابرقدرت غرب پیروزای جنگ بودن، اینا هر کدوم شروع کردن این محدوده حکم فرمایی خودشون رو وسیع‌تر بکنن در اطراف خودشون و دست‌اندازی‌های شوروی به کشورهای اطراف شروع شد و حزب بعث رو تأسیس کرد، حزب سوسیالیست بعث عرب رو تأسیس کرد شوروی توی که توی عراق و سوریه اینها داشتن اقدام میکردن با تلاش با شعار اتحاد آزادی سوسیالیسم، این که شعارشون بود که کشورهای عرب رو بخوان متحد بکنن. از اون وقت توی ایران حزب توده رو شروع کردن حمایت کردن و همون زمان شروع کردن توی آفریقا هم یک سری نیرو گرفتن، از جمله یکی از نیروهایی که گرفتن شخصی بود به اسم پاتریس لومومبا، یک جوانی بود توی کنگو و این رو هم جهاز کردن. سازمان امنیت شوروی سابق خیلی فعال داشت توی این مناطق دنبال جوانها میگشت که اینها رو به قول خارجی ریکروت بکنه، اینا رو جذب بکنن و اینا رو تعلیم بدن و اینا رو بفرستن توی کشورشون، امکانات در اختیارشون بذارن که اینا تو کشورهای خودشون بتونن انقلاب بکنن و حکومت‌هایی رو که طرفدار دموکراسی‌های غربی هستن، طرفدار امریکا هستن یا با اسرائیل رابطه خوبی دارن، این حکومت‌ها رو با انقلاب پایین بندازن و حکومت‌های طرفدار شوروی رو بالا بیارن، که این اتفاق توی کشورهای زیادی توی آفریقا خاورمیانه رخ داد عملاً و انقلاب‌های پشت سر هم دیگر ما داشتیم توی اون مناطق می‌دیدیم. انقلاب رمضان رو توی عراق دیدیم، انقلاب 8 مارس رو توی سوریه دیدیم و توی خود کنگو در واقع انقلابشون که استقلال کنگو بود و اینا اتفاقایی که تون تون داشت می‌افتاد تو کشورهای مختلف و همش به نوعی دستای پنهان و آشکار شوروی توش داشت دیده می‌شد. پاتریس لومومبا وقتی به قدرت میرسه 67 روز بیشتر در واقع نمیذارن روی کار بمونه و حالا با تلاش‌های دنیای بین‌الملل پاتریس لومومبا رو از قدرت برکنارش میکنن بعد از 67 روز به نخست وزیری که میرسه و به شکل خیلی فجیعی کشته میشه. چند میشه گفت درسته تو آستانه به قدرت رسیدن پاتریس لومومبا توی کنگو KGB سازمان امنیت شوروی تصمیم میگیره یک دانشگاهی رو پایه‌گذاری بکنه در 1960 به اسم People's Friendship University of Russia که ترجمهش میشه دانشگاه دوستی ملت‌ها در روسیه، بعد که این دانشگاه رو تأسیس میکنه و حدود یک سال بعد وقتی که پاتریس لومومبا کشته میشه 5 فوریه سال 1960 این دانشگاه توسط KGB توسط افسران کاگبه تأسیس میشه. یک سال بعد 17 ژانویه 1961 وقتی پاتریس لومومبا کشته میشه به احترام پاتریس لومومبا که یکی از افسرای خود اینها بوده
اینا اسم دانشگاه رو تغییر میدن و میذارن پاتریس لومبا یونیورسیتی، که البته چند سال بعد دوباره برمیگردونن به همون اسم پیپلز فرندشیپ یونیورسیتی آف راس، که زیاد معلوم نباشه کاری که تو این دانشگاه دارن میکنن چیه. اما وظیفه این دانشگاه مخفی نمیشه، حتی همین الان هم روی وبسایت این دانشگاه اگر برید اعلام میشه که این دانشگاه وظیفش اینه که یک گلوبال الیت آف لیدرز رو بیاد طراحی بکنه، یک گروهی از رهبران برجسته دنیا رو بیاد تربیت بکنه. کاری که میکنن اینه که میرن توی آمریکای جنوبی، میرن توی آفریقا و توی خاورمیانه، جوانهای با استعداد رو جذب میکنن، بهشون اسکالرشیپ میدن، میارنشون روسیه، اینها رو تعلیم میدن. جزء تعلیمات این دانشگاه تعلیمات نظامی هست، نحوه انقلاب کردن، استفاده از اسلحه، پول و امکانات و همه این چیزها رو در اختیارشون میذاشتن و اینها رو برمیگردوندن توی کشورهای خودشون، که اینا تو کشورهای خودشون شروع میکردن انقلاب کردن و بهشون یاد میدادن چجوری نتورک بسازن، چجوری شبکه های انقلابی رو تأسیس بکنن و مبارزات مسلحانه چجوری بکنن، به خصوص کار تبلیغاتی چجوری انجام بدن که تخصص کاگبه بود این کار و میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن. که یکی از جوانهایی که اینا ریکروت میکنن در اون زمان توی ایران هم خیلی جالبه که توی ایران میرن سراغ، بیشتر از هر چیز میرن سراغ آخوندها، میرن سراغ روحانیون و گروهی از روحانیون رو شروع میکنن اینا تعلیم میدن، که حالا اینا بعدن جزء همه تحقیقاتی شد که من بعد از اون مقاله انجام دادم و الان تو قالب یک کتاب به زودی بیرون میاد که عنوانش هم خواهد بود خامنه ای افسر کاگبه یا ولی فقیه، در به زودی حالا خواهد اومد و در بارش صحبت خواهیم کرد. که حتی از طرف دانشگاه خودمون ما فرستادیم کسانی رو، رفتن روسیه، رفتن توی این دانشگاه و بدون اینکه این دانشگاه بدون اصلا داستان چی بوده، یک سری تحقیقاتی رو ما اونجا تونستیم انجام بدیم. دانشگاه مثل یه کمپ نظامی میمونه، گیت های مختلفی رو باید رد بکنن برن تو، و ما تونستیم یک سری اینفورمیشن رو از درون این دانشگاه بکشیم بیرون. حالا 53-54 سال از تاسیس این دانشگاه داره میگذره و شوروی هم دیگه از هم پاشیده، یه مقداری راحت‌تر اطلاعات بیرون کشیدن ازش. لیستی از کسانی که فارغ التحصیلان اون سالهای این دانشگاه بودن رو به دست آوردیم که سرتون سوت خواهد کشید. سید علی خامنه‌ای، سید هادی خامنه‌ای برادرش، موسوی خوئینی‌ها، کسی که دانشجویان در واقع پیرو خط امام رو هدایت میکرد برای تسخیر سفارت آمریکا، ری شهری، محمد محمدی نیک ری شهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، محسنی اژه‌ای و بهشتی، مجموعه ای از روحانیون رو میبینید که همه فارغ التحصیل های این دانشگاه هستن و توی این دانشگاه یاد میگرفتن چطوری باید انقلاب بکنن و تمام هدف این بود که توی ایران رژیم طرفدار آمریکا و طرفدار غرب رو ساقط بکنن با انقلاب و یک رژیم طرفدار شوروی رو بالا بتونن بیارن. و حالا برنامه ریزی خیلی مفصل کردم من تو کتاب، کاملا به این برنامه ریزی ها، شکل عملکرداشون، کارهاشون، اسنادی که وجود داره از این برنامه ها، تمام اینها رو بهش اشاره کردم. و در نهایت هم توی بعد از اینکه خب انقلاب میشه، خامنه‌ای میتونه به شورای انقلاب، باز خامنه‌ای به عنوان یکی از افسران کاگبه، حالا کاملا هم آموزش دیده است، برمیگرده میاد در جریان انقلاب هم خودشو میرسونه از طریق هاشمی رفسنجانی، خودشو میرسونه به حلقه خامنه‌ای. ولی گویا هاشمی رفسنجانی اصلا اطلاع هم نداشته که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته، اون هم میشه اسباب بازی دست کاگبه. و به این شکل در داخل شورای انقلاب، که حتی توی اسنادی که از اون موقع از دوران انقلاب وجود داره، دائم دارن به مهره مستقیم کاگبه توی شورای انقلاب اشاره میکنن، ولی همه مونده بودن که این مهره کیه که داره انقدر بهش اشاره میشه و هیچ وقت هم اون زمان رو نشد که این مهره کی بود. و به این شکل در داخل شورای انقلاب همه کارهایی که انجام میشد، برنامه‌هایی که گذاشته میشد، حتی شما اگر به کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی یه رجوعی هم بکنید، خاطرات عبور از بحرانش، توی اون کتاب هم هاشمی رفسنجانی یه بخشایی از خاطرات خودش رو هر شب مینوشت توی این دفتر سررسید تقویم خودش که بعداً پسرها شروع کردن این کتاب خاطراتش رو چاپ کردن. توی اون شما به خیلی از این اسناد هم دسترسی پیدا میکنید که چطوری عملاً ارتباطات بسیار نزدیکی اینا با شوروی داشتن. و حتی من دیشب توی همین ادامه تحقیقاتم برای این کتاب مصاحبه ای رو دیدم از صادق طباطبایی که داره اشاره میکنه که افسران کاگبه در نوفل لوشاتو 3 هفته قبل از انقلاب گزارش کاملی رو رسوندن به خمینی. و جالبه که این مصاحبه با
یکی از روزنامه‌های درون کشور انجام میشه، روزنامه درون ایران همین الان و روزنامه شرق انجام میده و تمام وبسایت‌های دیگه این رو منتشر میکنن و عباری از این ندارن حتی که اعلام بکنن که بله افسران کاگبه در اون زمان در کنار خمینی کاملا حضور داشتن، گزارش کامل به ایشون میدادن از وضعیت آخرین وضعیت ایران که چطور باید اینها اقدام بکنن، چه برنامه‌هایی باید پیاده بکنن و کسانی رو هم که یاد میکنن در کنار خمینی که توی رسوندن این گزارش نقش داشتن، از بهشتی یاد میشه، از خامنه‌ای یاد میشه و این سر نخ رو کشیدیم و کشیدیم و داستان شوروی و کاگبه رو ما کاملا توی داستان انقلاب ایران دیدیم. اگر سوالی هست من در خدمت هستم، نمیخوام زیاد حرف بزنم ولی بخش به بخش بیشتر. آقای فخرآور، خیلی واقعا نکاتی رو که مطرح میکنید و این موضوع که من بارها توی این برنامه راجع به صدمات و لطمه هایی رو که این همسایه شمالی به ما زده در طول تاریخ به خصوص صد و چند ساله گذشته صحبت کردم و این هم یکی دیگه. آیا این آقای خوئینی ها که نام بردید با این آقای خوئینی هایی که جوانی است و این روزها میبینم در خارج از کشور به سر میبره و میاد با وایس آف امریکا و بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه، یکیست یا این ایشون کسی دیگری است؟ نه این متفاوته و اتفاقا این آقای موسوی خوئینی، مهندس موسوی خوئینی رو من هم میشناسم. ایشون خب گرایشات اصلاح طلبی خودش رو داره، نماینده مجلس دوره اصلاحات بوده ولی مرد شریفیه و اصلا هم دوست نداره فامیلیش خوئینی ها خونده بشه، چون ایشون فامیلیش خوئینیه، چون اصلا نمیخواد هیچ بشه با اون خوئینی های آخوند که اون خوئینی ها دیگه رسما افسر کاگبه بوده و تمام اون برنامه های دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر سفارت و برنامه های بعد از اون تمام اونها از طرف کاگبه داشته طراحی میشده، در اختیار ایشون قرار میگرفته و تمام هدف این بود که بعد از انقلاب اسلامی در ایران دست آمریکا رو بتونن قطع بکنن به طور کامل تا دستان شوروی بتونه باز باشه توی ایران و عملا ایران حیات خلوت شوروی بشه توی منطقه. که شد آقای شد دقیقاً و نه فقط ایران، اگر شما به لیست فارغ التحصیل‌های این دانشگاه از کشورهای دیگه نگاه بکنید، به لیست استادان این دانشگاه از کشورهای دیگه نگاه بکنید، شما یاسر عرفات رو می‌بینی از فارغ التحصیل‌های اینجا، شما نمی‌دونم حافظ اسد یکی از آلمنای اونجا، یکی از استادان این دانشگاه بوده، بعد قذافی همینطور می‌بینید اونجا یکی از استادان اونجاست، بشار اسد دوره‌ای رو توی این دانشگاه گذرونده، بعد و مجموعه از دیکتاتورهای منطقه می‌بینید همشون یک دومی سری چیزی در این دانشگاه داشتن و حتی تا هوگو چاوز هم شما عکس‌هاش رو توی این دانشگاه می‌بینی، فیدل کاسترو رو هم می‌بینی و روی خود وبسایت دانشگاه حتی اگر بری اینها رو با افتخار هم چیدن گذاشتن کنار هم دیگه. تروریست بزرگ بین المللی، هم نسلی های شما خیلی بهتر از هم نسلی های من میشناسنش، کارلوس شغال رو حتی بله به خاطر میارید. بله. تروریست ونزوئلایی بله. ایلی رامیرز سانچز، کارلوس شغال معروف بود و الان هم دوره حبس ابدش رو داره توی یکی از زندان های فرانسه میگذرونه، ایشون هم همکلاسی آقای خامنه ای بوده توی این دانشگاه. این دانشگاه به عنوان آکسفورد تروریست ها شناخته میشه و دانشگاهیه که عملا کارش اینه که با کمک روش های تروریستی بتونه انقلاب های چپ، انقلاب های سوسیالیستی به پا بکنه توی دنیا. آقای فخرآور، تدریس در این دانشگاه برای افرادی مثل خامنه ای و نظایر او یا فرض بفرمایید کارلوس یا سایر کسانی که اسپوردید به چه زبانی بوده؟ اطلاعی دارید؟ این رو بررسی کردید؟ توی این دانشگاه اینا کارشناسای به زبان‌های مختلف داشتن. حتی وقتی رجوع می‌کنید به من کتابی رو از یکی از کارشناسان ارشد کنگره امریکا دیدم که سال 1993 این کتابو چاپ کرده، توی این کتاب اونم یکی از اسناد داخل کتاب خود من هست که توی اون کتاب قید کرده بود که در دانشگاه پاتریس لومومبا یونیورسیتی افسران روس که زبون فارسی رو مثل زبون مادری خودشون صحبت میکنن وجود داشتن که بعدن حتی در دوران انقلابی افسران روس اول به جنوب لبنان میرن، بعد به سوریه میرن و از اونجا میان به ایران و به انقلابیون ایران حتی کمک هم میکنن. تمام اینها اسناد و مدارکش هم توی اون کتاب میاد قید میشه. یه نکته ای که خیلی جالبه بدونید، اوایل دهه 70 میلادی یه جنرال رومانیایی که میشه گفت های رنکینگ ترین سرشناس ترین جنرال کی جی بی بود،
ایشون پناهنده میشه به خارج از شوروی و اسرار و اطلاعاتی رو بیرون میاره از درون سیستم کاگبه، از جمله این که این هم کتابی هست از طرف خود ایشون هم منتشر شد که اون کتاب هم بخشش از اسناد کتاب من هست، که میاد اعلام میکنه میگه توی مذاکره ای که با دایرکتور با رئیس کاگبه داشته، رئیس کاگبه برمیگرده میگه ما اشتباه کردیم بعد از انقلاب اکتبر وقتی خواستیم انقلابمون رو صادر بکنیم، اول اومدیم خیلی مستقیم رفتیم احزاب مارکسیستی تأسیس کردیم، احزاب سوشالیستی تأسیس کردیم تو کشورهای منطقه و بعضی وقتا دچار مقاومت از طرف مردم شدیم، چون خیلی از مردم مثلا تو منطقه خاورمیانه مسلمان هستن و برای همین دچار مقاومت شدیم، ما نباید این کارو میکردیم. به جای این کار منظورش خب هم حزب سوسیالیست بعث عرب بود که توی عراق و سوریه اومد و ریکا و با زحمت زیاد اینا چند بار انقلاب کردن، دوره قدرت از دست دادن، انقلاب کردن از دست دادن، یا مثلا مشکلاتی که برای حزب توده توی ایران پیش اومده بود و میگه ما حالا رئیس کاگبه میگه ما تصمیم گرفتیم بیایم یه کار دیگه‌ای بکنیم، از قدرت یک ارتش 1 میلیارد نفره استفاده بکنیم که اونها در ذاتشون ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی هستند و نیازی نیست ما بخوایم بریم اونها رو بریم پاش بکنیم که بخوام بیان این کارا رو بکنن، ما میتونستیم بریم خیلی راحت به اونها خط بدیم و از قدرت اونها استفاده کنیم. و اعلام میکنه که سیاست شوروی و کاگبه در اواسط دهه 60 میلادی و در دهه 70 و 80 میلادی دیگه این بود که بیاد پشت پرده حرکت‌های اسلامی بیسته و از قدرت 1 میلیارد مسلمان دنیا علیه آمریکا و اسرائیل استفاده بکنه، فقط به اونها یاد بده چجوری باید این کارها رو انجام بدن. بله. و عملاً این کار رو کردن. بله. آقای فخرآور، دوستان تلفن زدن میپرسن که در یوتیوب کجا میشه این اسناد رو دید و یا اون ویدیو رو؟ من اینجا آدرس در واقع وبسایت شما رو دارم که هست www.fakhraver.org اون وقت /2012/02 اگر مستقیم روی همون fakhraver.org برن، بله، دست راست اون بالا جزء پربیننده ترین اخبار میبینن که بدون رقیب این خبر اون بالا نشسته و با بیشترین میزان بیننده، خیلی راحت میتونن روش کلیک بکنن و بعد برن ویدیو رو ببینن. ویدیو روی یوتیوب هست و علی رغم این که میگم رو وبسایت خود این راشا تودی حذفش کردن بلافاصله، اما ما خوشبختانه تونسته بودیم آپلودش بکنیم و داریمش، جاهای دیگه هم گذاشته شده، اما راحت ترین جایی که میتونن پیدا بکنن روی fakhraver.org هست. بله آقای فخرآور، خیلی ممنونم، ان شاءالله ما بتونیم در آینده نزدیک مجددا از درباره این کار شما و کتابی که در دست تحریر دارید باتون صحبت بکنیم. به شما روز بخیر میگم و تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه. ممنون از شما و بدرود به شما و همه ایرانیان عزیز. خیلی ممنون.